اخیراً یک مؤسسه آمریکایی که وابسته به سنای امریکا هم هست از اهدای جایزه‌ای به فاطمه حقیقت‌جو نماینده اصلاح طلب مجلس ششم خبر داده. فاطمه حقیقت‌جو چند سالی است که در امریکا زندگی میکنه. ما هم امشب در خبر 20 به بررسی چرایی اهدای چنین جوایزی به چنین افرادی خواهیم پرداخت. سالها پیش وقتی عده‌ای تحت عنوان اصلاح طلب و با شعار دفاع از مبانی نظام و قانون خود را به مردم شناساندن، هیچ کس فکر نمی‌کرد روزی نقاب از چهره‌شان بیفتد و خود به قانون شکنی بزرگ مبدل شود. ماها از روزهایی که فتنه فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده بود می‌گذرد. فتنه‌ای که آتش بیارهای آن نام‌هایی بودند هم در داخل و هم در خارج. از دشمنان قدیمی این آب و خاک بودند تا مهره‌های سوخته داخلی، مهره‌هایی که به نام آزادی و اصلاح به میدان آمده بودند و شاید نام‌هایشان برایمان آشنا باشد. My name is Dr. Fatima Haqiqatjou. حقیقت‌جو که نماینده اصلاح طلب مجلس ششم بوده است، روزگاری از روشنفکری اصلاح طلبان می‌گوید. ببینید آقای دکتر، اما این روشنفکری حد و مرزش کجا بود که حالا حقیقت‌جو که با تغییر چهره در آن سوی مرزها سکنا گزیده، قاتلان فرزندان این ملت را از جرگه خودی‌ها و با هدفی مشترک می‌کند. اما همه ما با دیدگاه‌های مختلف، نظرهای مختلف دور هم جمع شدیم که یک تصویر ممکن فرزندان از فرزندان طلب باشد، یک تصویر ممکن عضو سازمان مجاهدین و تاریخ روزی خواهد گفت که چه بر سر یک فرد می آید که می تواند این گونه به ملت خود پشت کند و از جهان بخواهد که کشورش را به رسمیت نشناسد. ایران رو به رسمیت نشناسد، اهمیت بسیاری دارد. حرکت اصلاح طلبانه دولت اصلاحات شروع شده و برگشت ناپذیره و نظام دوام نخواهد. این تصویر مربوط به 10 سال پیش تو ایرانه، بعد از اینکه فاطمه حقیقت‌جو به خاطر بیان نظرات مناقشه آمیزش علیه ایران مجبور به استعفا از مجلس ششم شد، الان به امریکا اومده و در دانشگاه ماساچوست داره بورسیه تحصیلیه. فاطمه حقیقت‌جو همینک در استودیو همراه ما. به عنوان اولین سوال، بعد از پایان مجلس ششم گفتید که با این وضعیت نظام دوام نمیاره. در ابتدا لازم میدونم سلام و اصل خیر عرض کنم. از اینکه منو به اینجا دعوت کردین هم تشکر میکنم. هنوز هم مانند 10 سال پیش بر این باور هستم که اگر دنیا کمک کنن نظام ایران دوام نخواهد آورد. من اعتقاد دارم ایران همچنان نیازمند تغییرات اساسی هستش. منظور خودتو از تغییرات دقیقا بیان کنی. منظور من همون تغییریه که من به همراه دوستان و همکارانم در 8 سال دولت اصلاحات اونو دنبال میکردیم. تغییرات اساسی نظام. البته عجیب نیست که امثال این جاسوس انگلیسی این گونه برایش هیجان زده شود. نظام ایرانی الان یعانی من امروز افتخار میکنم که افرادی مانند این بانوی شجاع و دلاور ایرانی مثل فاطمه حقیقت‌جو از داخل یکی از مهمترین نهادهای نظام ایران اینجا در کنار ماست و تلاش میکنه هرچه زودتر بتونیم نظام رو ساقط کنیم. من به دلیل اینکه در داخل ایران حضور ندارم، هزینه حرکت هم در داخل ایران پرهزینه است. ما در اینجا عنوان ایرانیان خارج از کشور ما چه کار میتونیم کنیم؟ اگر که ما کمک کنیم که فشارهای حقوق بشری در دولت ایران زیاد بشه. برخی افراد که از ایران به آمریکا آمدند و در مراکز مطالعاتی ما کار می‌کنند، کمک شایانی به پیشبرد اهداف ایالات متحده کردند. حقیقت‌جو از جمله این افراد است. بین عده صهیونیست‌ها را هم اضافه کنید، چرا که برای انجمن آمنیستی‌های یهود که اینجا در سایتشان خود را ضد دین معرفی می‌کنند، سخنران ایرانی داشتند که بر اساس سیاست‌های صهیونیست‌ها صحبت کند جذاب است. حرف هایی که در بین خود خارج نشین ها هم دیگر خریداری ندارد. ما امروز مطلع شدیم که احمدی نژاد قطعا تصمیم داره که بیا در همین جا یک بار دیگه
ما توصیه میکنیم که نیاد. این که آمریکایی ها برای پروژه رژیم چنج یا همون براندازی ایران حساب ویژه ای رو روی افراد خاصی که توی ایران حتی صاحب پست و مقام های عالی هم بودن باز کرده بود، جای صحبتی نداره و کاملا روشنه. اما انگار برای آمریکایی ها هنوز قابل هضم نیستش که تئوری های اصلاحات در ایران نقنما شده و اصلا جواب نمیده. اما جمع نیستند حقیقت جوهایی که در پرونده سیاه خود نزد ملت هیچ برای گفتن ندارند و این زمستان است که همیشه می رود و این سیاهی است که بر زغال می ماند.